سلام دارم خدمت تمام افغانای عزیز خواهران و برادران خوب و نازنینم امیدوار هستم که هر جای دنیا هستید عزیزان دل خوب و خوش و سرحال بوده باشید سلام دیگری دارم خدمت تمام فارسی زبانای عزیز و محترم امیدوار هستم هم زبانای ما هر جای دنیا هستید در پناه خداوند باشید عزیزان دل امروز آمدیم دوباره با شما هستم با یک داستان دیگر پیش از اینکه که داستان رو شروع کنم خواستم یک تشکری بکنم از تمام شما نازنین ها به خاطر کامنت های زیبای شما عزیزان دل خواهرها و برادران خوبم بسیاری از برادرها گفته بودن که فیسبوک تان آن نیست یا فیسبوک تان فیسبوک شما فعال نیست ما میخواهیم که در فیسبوک تان بعضی چیزها رو روان کنیم بعضی داستان ها رو عزیزان فیسبوک هیچ دیگه در قصهش نشوین ما گفته بود که فیسبوک ها زیاد است در نام شما ما نمی فهمیم در کجا روان کنین عزیزان دل هموطن های عزیز ما در قصه فیسبوکش نشین من فیسبوک دارم یا ندارم فیسبوک رو بخیلا کنین یک دونه اون جه هست ما او قضیاتم در فیسبوک نیستم اگر تا در اینستاگرام و تیک تاک ما بسیار روشن و پیدا میتونین که مثل فیسبوک نیست که هر کس از رویش جور کنه میتونین در تک تاک یا در انستگرام کانکت شوید و داستانهای خودتان رو بفرستید بر من برادر عزیز ما که درباره فیسبوک گفته بود ما منظورم جواب اینا رو دادم و یک خواهر دیگه ما گفته بود نام فیسبوک تا بگوین ما دیگه وقتی از بس که شما را فیسبوک را نشان دادیم و نام فیسبوک را گفتیم بخی مانده شدیم در فیسبوک ما شما اگه بورین بزنین یوتیوب ما واز میشه فیسبوک ما یوتیوب ما در فیسبوک هست و در انستگرام ما هم که بزنین در زیرش یوتیوب چینل ما هست باز میشه اگه از کسی دیگه نبود خوب او از کسی دیگه هست از ما بسیار هم فیسبوک ما روشن است و هم انستگرام ولی شما در قصه فیسبوک نشوین فیسبوک چیزی نیست که حال مردم او را جدی بگیره به خاطر فیسبوک هر کس جور میتونه همچنان اینستاگرام هم اینستاگرام ما که شما را نشان دادم و همو عکسای ما هست و در همونجا میتونین و تک تاکم. خوب خب عزیزان خواهران نازنینا و برادران محترم و عزیزم امروز دوباره آمدیم با یک داستان دیگری از یک خواهر دیگه ما در خدمت شما هستم البته خواهر ما فعلا اینا در اروپا هستن و با شوهرشان داستانشان فرستاده که هم شوهرش گپ زده و هم خانومش خوب عزیزان دل اینا با هم دیگه زندگی میکنن مشکلاتی در زندگیشان دارن که مشکلاتشان رو مطرح کردن و گفتن که ما همچین مشکلاتی در زندگی داریم ولی کوشش کنین گفته که خواهر سارا ما رو را راهنمایی کنین یعنی کوشش کنین به ما گفته ما رو را راهنمایی کنین که ما از هم دیگه جدا نشویم البته شوهرش گفته که ما زندگی ما همی رقم که هستیم سعی کنیم هم زندگی را پایدار نگاه کنیم یعنی جدا نشویم از هم دیگه خب عزیزان دل مشکلات اینا از کجا شروع شدن اینا مشکلات اینا اینا در اروپا که آمدن اینا را از طریق برادرشان آمدن همه فامی و برادر زنشان که دوتایشان گپ می زدن گفت برادر ما ما را اسپانسر کردن که اینا در اروپا میاین و زندگی را می شروع کنن و البته مشکلاتی مشکلات اینا از همه اروپا که رسیدن شروع شدن و نمی از هم دیگه جدا شنوان و خودشان میگه و هم زندگی ما بسیار سخت و بسیار دشوار است که نمی ادامه بتیم مردکه میگم من مایی اگه هفته را در خانه نیستم زیادترش بیرون هستم و یا برای خود اتاق میگیرم یا که کت دوستایم هستم بخاطر در خانه ما بسیار جنگ است و زنش میگه ای که بیرون میره من مطمئن هستم که با رفیقایش نیست با کسی دیگه هست و حتما یا یک زن دیگه داره یا دوست دختر دیگه داره ولی ما نمیتونیم از هم دیگه جدا شویم چون اولاد داریم البته از زبان خانومش که خانومش گفته که اگه ما جدا شویم از همدیگر ما تکلیف اولادای ما چی میشه؟ و شوهرش میگه که اگه اینا جدا شوند ما اولادا را میگیرم چون من نمیخوایم که اگه اینا جدا اولادای اولادایم پیش کسی بانم. یعنی یک داستان بسیار پر جنجال است که دوتاییشان فرستاده و دوتاییشان هم گب زده. یک ویس از شوهرش است یک ویس از خانومش است. ما را راهنمایی کنین ما چه قسم زندگی کنیم زندگی ما بسیار در سختی پیش میره البته ناگفته نمانه خواهر عزیز ما که صحبت میکرد در لابلای صحبت هایش اینا گریه میکردن میگفت مرا کاری کرده با ما که ما از خورد و خوراک و خو ماندیم یعنی یکی خسخانه قر کرده میره ما شوها تا صبح در فکر استم که چی کنم و چی نکنم وقتی طرف اولادایم میبینم اولادایم بسیار خورد هستن و پدرشان دوست داره و بسیار رنج میبره وقتی اسم طلاق در میان میایه دختر ما کلان است و از پشت سر دخترم ما, ما چهار تا اولاد داریم که کلان ما دختر است و خورد ما بچه یک دختر داریم و سه تا بچه و دخترم وقتی که ما نام طلاق در پیش میارم دخترم در اون اتاق در میایه و یه قدر گریه میکنه وقتی میرم میگم چرا گریه میکنی و دختر میگه شما چرا میخواین ازم دیگه جدا شوین اگه جدا شوین من مطمئن هستم که تو شوی میکنی و پدرم زن میکنه آیا شما اگه تو بودین چرا ما رو به دنیا آوردین من مانده خواهر سارا چی کنم؟ چنان با بغض گریه میکرد و شوهرش میگفت که این زن بسیار بدگمان است و ما که وقتی که بسیار خلق ما را در خانه که میایم تنگ میکنه از ما پرسه کجا بودی بسیار در گیر میتنه یعنی منظور بسیار ما من را می میکنه که کجا رفته بودی و چرا قدیر آمدی ما مرد استم و وقت خانه بیادرم میرم یا خانه دوستایم میرم به همی خاطر که کم دیرتر میایم اولا که برش میگفتم یا خانه ای بودم یا خانه او بودم یا مثلا با دوستایم بودم یا که مدتی هست ما بسیار زندگی ما اینی بسیار بین ما فاصله افتاده من هیچ جوابش نمیتونم اگه اگان بار از ما پرسان کنه که شب کجا بودی میگم به تو هیچ مربوط نیست که ما کجا بودم یا کجا نبودم بعد ما چه چیکار کنیم که ما این زندگی را ادامه بدیم ولی اگه ما جدا شیم هم شوهرش میگه هم زنش اگر ما جدا شویم ما مطمئن هستیم که اولادا آواره میشه و اولادا سرنوشت اولادا چی میشه شما بارها و بارها کسایی را که راهنمایی میکنین میگین جدا شوین و طلاق بگیرین شوهرش گفتم من مطمئن هستم که اگر زندگی ما جدا شویم از هم دیگه زندگی از همدیگه بپاشه اولادا اولی که دختر چهارده 15 ساله هسته دختر ما یک دختری آباد نمی باشه که چون اگه ما پیش خودم بیارم مادر نباشه بالای سرش همو دختر در اروپا از خراب بار می آید و بچه هم همچنان و اگر پیش مادر ایلا کنم مادرش اگر بویفرند بگیره یا شوهر کنه یا تنها زندگی کنه بازم نمی تانه اینا رو کندرول کنه و ما نمی فهمیم چی کنیم چی نکنیم شما راهنمایی کنین و مردم هم ما را نظریات خودشان درباره ما نوشته کنه که ما چی کنیم که زندگی رو ما بتانیم ثابت نگاه کنیم یا مثلا از همدیگه آیا اگر ما جدا شویم به نفع ما دو تا میشه یا که نه بعد از بدتر میشه و ما روز تا روز این زندگی بر ما تلختر و تلختر میشه یعنی باور به خدا کنین شوهرش گفته وقت ما خانه میایم طرف خانه که میایم در نظر میرسه که در گردن ما یک رسمان بسته میکنه و مرا طرف خانه میکشم من زن و دوست دارم نه و خانه را بخید از اولادای ما دل سرد شدیم و خانومش میگه ما قدر زندگی ما بد است وقتی که من شوهر ما شوهرم میبینم یعنی در نظرم میرسه که وقتی که در خانه در میایه که بگو شروع شده و ما با یک زرپرنی در روی بیرون استم تمام بدن ما یخ میگیره و سرد میشم و بعضی وقتا ای قدر سردرد میشم که در خانه باشه هیچ نمیتونم این را تحمل کنم وقتی که از این میپرسم که تو کجا بودی و چرا زنگ زدم جواب ندادی یا مثالا میگه تو چی کاریم هستی که بر ما زنگ میزنی و اگر این چی کاریم نیست ما در خانه از اولادای ایز مواظبت میکنم اولادای ای را من نان میتونم کالایش را میشویم اگر این چی خو نیست خویش در خانه نبیایم ما به خاطر اولادای ما نباشه یک دقیقه هم وای زندگی نمیکنم و شوهرش هم میگن اگه ما اولادایم نباشه یک دقیقه زنه تحمل نمیکنم خوب عزیزان دل اتو تو زندگی که فقط به خاطر اولادا زندگی کنیم و اولادی هم که فردا کلان میشه هیچ نمیفهمی که آیا او اولاد اولاد صالح میه یا اولاد میای که نه مادر میفهمه نه پدر میفهمه نه کدام اینا درک میتونه با خاطر او بخوایم ما از زن باشیم چی مرد خود ما را قربانی کنیم آیا میارزه ای زندگی برادر ما گفته خواهر سارا من هر چی گشتم دنبال فیسبوکتان پیدا نتونستم میخواستم برتان زنگ بزنم و با شما گپ بزنم یعنی واقعا یک راهنمایی احتیاج دارم که یک که مرا راهنمایی کنه واقعا میفهمم که شما یک خانم فامیده و بادرک هستین مرا راهنمایی میتانین و یا مرا یا زن مرا حداقل بر ما بگوین که ما چی کنیم آیا جدایی راه حل هست که ما جدا شویم یا نه خب عزیزان خواهر و برادر ما که دو تان بر ما پیام دادن و نظریات مرا خواستن ما تشکری میکنم تا جایی که اینقدر شما خوبان که مرا او قدر بر ما اهمیت دادین که یعنی از ما نظریه خواستین واقعا خوشحالم کردین که یک چیزی را از ما خواستین که من شما را راهنمایی کنم البته راهنمایی که من براتان میکنم و عزیزان ما که در کامنت نظریات خودشانه تجربیاتی داره در این مورد اینا زیادتر شما را کمک میکنه من نظریات خودم ای است عزیزان که اگر زندگی مثلا زندگی مثل زندگی شما دوتا که دوتایتان هم میگین ما جوان هستیم زندگی مثل زندگی شما زندگی نیست یک جهنم واقعی هست وقتی زن و شوهر همدیگر دوست نداشته باشه در همدیگر احترام نداشته باشه برادری عزیز یا خواهر گرامی هیچ وقتی زندگی قابل قبول نیست زندگی را اگر شما بگوین من میگم اشتباه هستم شما نظریات مرا خواستین و من نظری خودم برتان میگم شما اگر نمیتونین خودتان رو کنترل کنین اول اینکه سعی کنین که کتاب یا این یکتان. اگر میخواین واقعا به خاطر بچه ها طلاق نگیرین سعی کنین کتاب یا تو برادر ما که میگه من یک هفته بیرون در ما ما یک هفته خانه نیستم زیادتر بیرون هستم به خاطر نمیتونم تحمل کنم وقتی که تو بیرون میری یک زن خوب ده خانه چی فکر میکنه مثلا تو خودت از جای همی خانم قرار بدی تو ده خانه بشی و این خانم بره مثلا یه جای نره خانه بیادرش بره یا خانه پدرش بره خانه مادرش بره تو چی تو میتانی تنها در خانه با بچه ها سر کنی و شب تا صبح ده فکر تو بیایی که ده خانه نیستی چی کرد کجا رفت با کی زد که زندگی شما تا از همدیگه پاشیده خب من یک عزیزان یک نصیحت کوچک مثل یک خواهرتان براتان میکنم وقتی که در افغانستان هستین شما با چقدر سختی خودتان می میرسانین در کشور اروپا در اروپا میرسانین مثلا یا در قچاق یا در کس شما را اسپانسر میکنه یا که خودتان منتظر هستین سالها در یک کشور دیگه در کشور دوم که میاین اروپا وقتی که میایین یعنی منده تان اما ماندگی تان هنوز گرفته نشده خستگی را در تن تان هست و شروع میکنین شما در کم و کاستی هم دیگر. زن از شوهر مشک... ای میگیره و شوهر از زن ای میگیره چرا جای همه کارا برادر را یا خواهرای من چرا جای همه کارا کوشش نمیکنین که زندگی تان بهتر کنین دختر سه از ساله در دا خانه داری احتیاج در احتیاجی داره در دا شما که شما او را نصیحت کنین او مکتب میره در بین خوب و بد در بین دخترهای اروپایی مکتب میخانه و هم نوان و هم سن و سالای خودش میبینه او دختر چی فکر میکنه وقتی که میایه در خانه بینه مادر سردرد در یک اتاق خواسته و پدر قهر کنترل تلویزیون در دستش همو ریموت منظورم هست ده تای تلویزیون هست و خواسته و هی چنلی تلویزیون علیش میکنه و دختر یا بچه اگر پایش هم کمتر در زمین میمانه یک جیغم میزنه در سرش داد میکشه که چی میکنی؟ برو پیش مادرت برو ده خانه اگه اونجا میره در اتاق مادر در دا سرش داد میزنه که برو بیرون سرم درد میکنه اصاب ما خراب نکنه از بابه تو دیوانه شده پدرش هم تو شما فکر می اولادار کردین اگه شما واقعا آدم عاقل هستین مغز درست حسابی دارین که زندگیتان که خلاص هست این زندگی که قسمی هست این زندگی نیست اما بهتر است که خاتمه بتنده این زندگی یا اولاد پیش تو می باشه یا پیش مادر می باشه حداقل یک اعصاب آرام که داره خو را صد در صد من مطمئن هستم اگه پدرم جدا شوه دوست دختر پیدا میکنه و مادرم پیدا شوه یا دوست بچه یا شوی بالاخره یا مردش هم زن میگیره خو هیچ کسی تا ابد زمانت نمیکنه که نیمه از تو جدا شدیم ما شوی نمیکنم یا ما از تو جدا شدیم ما زن نمیگیرم به خاطر اولادا که نمیتونه یک مثلا یک مرد بدون زن زندگی کنه و یا یک زن بدون شوی زندگی کنه خب زمان من از قرارداد کدام جای امضا کرده باشه که ما به خاطر که اولاد داریم تمام عمر ما هم تو سنگل میشنیم خب این هیچ قانونی دنیا ای قابل قبول نیست خب عزیزان دل خواهر ما ناگفته نمانه نا ای گفته که ما هر کدام ما کالای ما را خود ما میشویم یعنی شوهرم که کالایش نشوشته میشه در پایان خانه ای ما که ما در می زندگی میکنیم شویی هست یک کالایش برده خودش میشه و ما کالای خود ما اولادای ما ما برده میشیم همسایه‌ای که با ما در یک آپارتمان هست یگان دفعه از من پرسه میگه وی امی دیشب دیدم شوهر کالا میشوش تو علایده کالا میشوی و شوهر علایده میشه بسیار ما خجالت میکشم و ایرم از شوهرم هم سوال کردم یعنی قدر ما از همدیگه دور شدیم که حتی کالای ما را یک دیگه ما هر کدام ما خود ما میشیم و من ناگفته نمانه که ما تقریبا حدود سه ماه هست که ما در یک تخت خو نکردیم یعنی تا او حد ما از همدیگه نفرت داریم خوب عزیزان دل ما تنها نظریه ما در شما همی هسته که از همدیگه جدا شوین اگر نظریه مرا کار دارین زندگی که تایی حد ای ما مثال ما میگیم در زندگی یک درزی به وجود آمده یعنی یک اه اه یک سوراخی به وجود آمده در زندگی که او نمیشه او را دم دیگه پس وصل کنین شما دو تا شما دو تا از هم دیگه طلاق بگیرین بعد از سه ماه چهار ماه یک سال جدا زندگی کنین یا جدا زندگی کنین یا طلاق بگیرین شاید بعد از او شما کم کم دم دیگه علاقمند شدین و یا مشکلات خودتان با خودتان تنها بودین هر کدامتان یعنی پیش, خودتان شیشتین با خودتان مشوره کردین که چرا این زندگی را ما خراب کردیم شاید کم هر کدامتان خودتان نصیحت کردین و با هم دیگه جور آمدین دوباره با همدیگه زندگی کردین و برادر ما گفته که برادر ما بارها آمده خانه ما زن مرم نصیحت کرده مرم نصیحت کرده برادر ما مولاد داره هم زن داره میگه ما هر کدام ما در خانه جنگ و جنجال داریم در خانه یک جنگ و دوا داریم کاسه د پیاله میخوره پیاله کاسه یک دیگ است دیگه است سر صدای کم و زیاد در هر خانه هست ولی او که میره بیرون زن ما دنیا را در سر ما قیامت میکنه که ها رفته بودی در سر ما بیادرت بیاری که بیادرت مرا نصیحت کنه و نمی فهمم اگر بروم از اقوام می میم کم و کسای هستن بعضی وقتا میگم برو اونا رو بیا رو میرن نصیحت کنه هم نمیتونم اگه بیارم اینی بعد از بتر میشه هر دفعه که بیادرم بیایا زن مرا نصیحت کنه جایی که ما خوب شویم بتر میشیم بعد از بیادرم کار ما در جایی میکشه که من خانه را میکنم میرم بیرون یعنی یک هفته ما در خانه نمیاییم بسیار جنگ ما بالا میکش همه می ترسم که دا پلیس داخل کنیم یا پلیس و وضعیت ای رقم ببینه اولادار از پیش ما بگیره و زن طرف زنم که میبینم ای از بس که در سر خودش بعض وقتا فشار میاره و جنگ و دعوا میکنه اولادار در سرش بسیار غلمغال میکنه میگم اگر پلیس بفهمه یا کسی بفهمه که این همچین کاری با اولادا میکنه شاید اولادای ما دو تا را بیخی بیاره ب... بیای از پیش ما ببره بچه خورد ما بارها گفته که کاش که ما را دولت بیای بوبره هیچ د پیش شما دو نباشیم یعنی او قرا بچه خورد ما میفهمه که در خانه ما بسیار جنگ است و خواهر ما, ما همچنان شکایت ها کردن عزیزان دل خواهر و برادر ما جدا شوین از هم دیگه تکلیف اولاد معلوم میشن یا تو بگیر یا مادرش بگیره هر کدام تان بگیرین اولاد ها پیش هر کدام تان میره هموی تان بگیرین یک هفته پیش تو باشه یک هفته پیش او باشه ولی زندگی را خاتمه بتین در زن و شوهرداری که شما حال فعلا با هم دیگه زندگی میکنین این همو بهتر است که شما از هم دیگه جدا شوین تکلیف بچه ها روشن شود افغانای ما هم عزیزان دل بسیار پشت خبر میگردن که شما میگین ما در کالاشویی میریم از من میپرسد که شوهرت تا آمد کالا شوشت و چرا تعقیب میکنه چی میشه که شوهر کالا را برده تنها بشویه یا چی میشه که زنم یک روز صبح زن کالا بشویه یا بعد از زور شوهر کالا بشویه این چی ربطی در مردم دیگه داره که یک زن میای میپرسه چرا ما دیدم صبح شوهرت آمد کالا شوشت و یال تو چرا آمده؟ آخه چرا قدر از زندگی مردم مداخله میکنین افغان عزیز مداخله نکنین همیشه سعی کنین سرتان از خن خودتان بکنین ببینین خودتان چقدر مشکل دارین مشکلات مردمی دیگر از یاد دیده رو این سعی کنین مشکلات خودتان حل کنین پشت خبر نگردین که جایی که آتش روشن میشه جایی که او را آتش میگیره جایی که در سرشگان کمپلی او پاشن که او خاموش و او را باد میزنین که بان آتش او نکنین این کارا را خوبیت یاد نداره از همین زندگی که اینا داره ممکن است یک روزی پاچگیری تو هم شود این قدر خود اوشیار نشان داده و زندگی یک آدم دیگر را زیاد بعد از بدتر نکنین یک که میشن این پیش یک دیگه شان شوی شبت میگی شوی تا شوید کجا میره چرا تو میکنه چرا تو میکنه اولین چیزی که خواهری عزیز که من بر تو نصیحت خواهرانه میکنم بسیار یک کار اشتباه میکنین که امیده خانه تان یک مشکل بسیار خورد پیدا میشه یا مثلا بچه تان یکم ناگفتی میکنه دخترتان ناگفتی میکنه مثلا یا شوهرتان دیر از سر کار برمیگرده یا با دوستایش رفته مثلا یا مسافرت رفته یا با دوستایش رفته بگرده چکر امیر را چرا در پیش خورخونده در دل میکنی امی مشکلات خودتان اگر در بین خانه کسی نفهمه مشکلاتتان کمتر هستن چون افغانای ما او قدر مردمی پاک دیل و قدر دور از خوبای ما باشه و قدر مردم آباد نیستن که بشنن یک آدم نصیحت کنن که خواهر عزیز تو که میگه شوهر من شب خانه نامده خوب نامده که نامده اگه واقعا در سر شوهرت باور داری خوب هیچ در قصهش نشون شاید با دوستایش بودم تو چرا رفته پیش یک آدم گریه کنی که شوهر من مرا خوب نمیبینه و شوهر من خانه را اعلام میکنه و شوهر ما بیرون از خانه زندگی میکنه اینمی شما اجازه میتین که مردم بیرونی در دا داخل خانه شما را پیدا کنه ما زیادتر داستان ها را که میگیرم میگه ما در فلانی که اینه تو گفتم من گفت ما در فلانی که اینه تو گفتم من نصیحت کرد اول اینکه شما هیچ کدامتان یک گشتو که دوازده ساله نیستین سیزده ساله نیستین هر زنی که بر من داستان شروان کرده یا بیست بوده بیست و پنج بوده، سی بوده، چل بوده، پنجاب بوده وقتی که شما در بلوغ رسیدین سعی کنین همین سلام و مسلحت با خودتان بکنین دور از خوبا باشه به خدا این که شما کتش مشوره میکنین اینا هیچ چیز نمیفهمه اینا نمیفهمه که هیچ بدتر خرابتر میکنه این همین زندگی شما را که دوچندان خراب میشه از دست اینوان است همین برادری که برادر ما میگه ما برادر میای زن مرا نصیحت میکنه امی باید جایی که در برادرش بگویه بیای مرا زن مرا نصیحت کو امی باید برادرش گوشه بشینه ازش پرسان کنه برادر مشکل ده کجا هست مشکل ده چی هست که قدر تو با زن قدر فاصله و امتان ایجاد شده که برادر راستش به برادرش بگویه که آه من اینی عیب و دارم وقتی که تو زن داری تو چی تو میری بیرون از خانه تو با کسی دیگه اگه تو واقعا دوست دختر نداری مرد متحل چرا میره بیرون از خانه قهر که میکنه با کسی دیگه زندگی میکنه یک هفته شه یا در روز یعنی واقعا اگه یک مرد هوشیار باشه هیچ وقت از خانه قهر نمیکنه اگه یک مرد مشکل نداشته باشه برادر من از خانه قهر نمیکنه قهر کردن مال زنها است نه مال مردها تو اگه از خانه قهر کرده میری یا مثلا سه ماه شما هم با زنتان یک جایی نشدین مثلا سه ماه شما زن و نبودین بین خودتان خوبی مقصر دی وسط کی هستن یک زن هیچ وقت زیر کله شوهرش رفته زاری نمی کنه که عزیزم تو بیا با ما یک جای بخواب یا ما از پشت تو دیق شدیم این کارا برای شوهرا میزه و این کارا شوهرا میکنه تا اینکه یک زن خودش خورد کنه بره از شوهرش بازم مرد افغان که به خدا اینا رو من میشناسم دور از خوبایشان اگر پیش اینا گردن کش کنی میگه اینا هیچ چیز نمیفهمه میگه اینا هیچ چیز نمیفهمه او خیالی که در پیش من جانم گلوم ما جای نره و من توی تو میشم و تو تو میشم این بدتر کار میکنه که ای رو برادر ما ای سرت بد نخوره ای چیزی هست که من در دا داستان ها شنیدیم و اینجا تعریف کردیم یعنی یک میگه زیاد دکتر میره زیاد دکتر میره دکتر میشه یکی زیاد درس میخونه یکی از تجربیاتی که دکتر زیاد برای زی دوا و گلی داده این دکتر شده و یک ما از تجربیاتی که از بس که داستانای تو نگرفته ما بیخی نمیشه خود من شما که تا گب میزنین ما وقت میفهمم که مشکل چی هسته. امروز ما بسیار خوشحال شدم که دو یک نفر نیه که تنها د داستان تا روان کرده باشی وقتی دیدم که داستان دو نفرتان داستان را فرستادین و گفتین ما را کمک کو که ما چطور میتونیم با همدیگه دیگه زندگی را ادامه بدیم این زندگی قابل ادامه دادن نیست برادر ما یا خواهر ما شما باید از هم دیگه جدا شوین طوری جدا شوین که یعنی مرد نتانه خانه تو بیایا نه که برای یک ما بیرون گم شد و پس سرش پایان انداخته تک تک یا با کلیدش درواز کنه سرش پایان اندازه و خانه بیاید و تو پرسان کنی کجا بودی غال, ما غال کنه و تو چی ما خود جدا زندگی میکنیم تو نه طوری باشین که حتی مرد اجازه نداشته باشه که طرف خانه تو دور رو بخوره اجازه نداشته باشه که از تو پرسان کنه که او مرد که خانه تو آمد کی بود زندگی یعنی تو که شد دو نفر از دو طرف کتا می این و سعی میکنین که از او زندگی سر در بیاره همین مرد و یا همین زن میتونن که کتاب بیاین اون وقت زندگی رو دوباره ادامه بدن ولی اگر برادر ما بوره یک ما بیرون گوم شوه پس بیای سرش پایان اندازه در خانه در و زنش که چرا آمده در خانه؟, خانه؟ بسته خوب کردیم مختور طلاق نداده منوز اینی تا اگر شد باز زندگی شما نمیشه در دولت بورین بگو ما جدا زندگی میکنیم خواهر ما بگو ما میخواییم جدا شوم دیگه شوهر ما نبینم اگر نمیخوای طلاق نگیری بگو ما میخوایم شش ماه شوهرم دور باشم و ای اجازه نداشته باشه طرف خانه ما بیایم و براش اختارم بتی که اگر طرف خانه ما آمدی ما در پولیس شکایت تمی تا شش ماه را میخواین جدا نشوین از هم دیگه یعنی طلاق نگیرین طلاق نگیرین ولی جدا زندگی کنین سپرید باشین اگر میخواین نظریات مرا میخواین اگر نمیگی نه تو نمیشه جدا شوین جدایی هیچ نه طلاق کدام خدایی نکرده شما را در بیشت و جهنم میبره نه خدای نکرده کدام چیزی بد هست نه کدام کسی گفته میتانه که چرا طلاق گرفتین طلاق بگیرین هم در نفع خودتان هستن در نفع و بچه ها شمایی که قسم زندگی میکنین میگین ما در فکری اولادا هستیم شما در فکر اولادا نیستین شما در فکر خودتان هستین اگر شما بسنجین تو در فکر خودت خواهرم هستی که من اگر از این جدا شوم چی کنم همین نانی که در خانه میاره من ممکن است بعد از این را خودم پیدا کنم و برادر ما که میگه من در فکر اولاداستم توم تو هم فکر اولادا نیستی اگر تو در فکر اولادو بودی سر شهر پایین می آوردی و می از زنت مذیرت خواهی می کردی سر تا پایان انداخته زندگی می کردی بیرون که رفقایت نمی بودی همو بهتر است که از همدیگر جدا شوین نیتویی را ببینی نه تو را ببینه شش ماه یک سال بعضی ها سه سال جدا میشن بعدم هر کدام گناهشان را قبول میکنن میاین از دیگه مذیرت خواهی میکنن پس میاین یک جای میشن میتانین که جدا زندگی کنین نمیتانین طلاق بگیرین طلاق بگیرین خودتان راحت کنین اولادار هم راحت کنین و یک زندگی آرام توم داشته باشی یوم داشته باشد تو هم یک خواه آرام داشته باشی ای زن هم یک خوی آرام داشته باشه و ای زنم هم از این بلا تکلیفی در بیاید <متصفح> <متصفح> که تقل بفهمه که ما طلاق گرفتیم شوهر ما خانه نیست برادری عزیز وقتی زن داشته باشی تو چی تو میتانی بدون زنت سه ما تو جدا خواه کنی زنت جدا خواه کنه یا در او خانه ایش نشینی تو هر روز بری برادر تا ازی بیاری ای در اروپا کسا نداشته باشه معلوم است برادر تو رو ببینه دو چندان بد میشه میگه خودش که بعد بد است هیچ میره میاره من مطمئن هستم برادر تو در سری غالما مغال میکنه وقتی که برادر تو یک زنی تنها را اولین کاری که میگه میگه چی میخوای میخوای پس رو روان کنم افغانستان افغانستان بودی اونموجا طالب تو رو خوب آدم میکنه این گب دان مردای افغانا هستن این می ها گب دانش است تا گپ میشه زنایشان اختار میته یا دخترشان اختار میته میگه میخوای پس روان کنم تو افغانستان یا پس ببرم تو افغانستان یا میخوای مثل آدم زندگی کنی یکی مشکل خودش ببینه یکی ببینه که خودش چقدر آدمی ظالم یا آدمی بد بوده یا آدمی نمک به حرام نمک نشناس ای زن برای تو غذا پخته میکنه کالای تو را میشویه ما عزیزان دل برادرای ما هرچند که شاید مقصر زن باشه ولی ما از بس که زن افغان مظلوم میبینم زن افغان آجیز میبینم اف... و زن افغان سربزیر و زنی خانه میبینم هیچ باورم نمیشه که یک زن چطور میتانه با شوهرش در بدی رفتار کنه و چطور میتانه یک زن و قدر بد شوه اینی باورم نمیشه یعنی برادرا برای ما بسیار داستان ها میفرستن باور به خدا کنین بعضی هایشان مرا میگه تو ضد مرد هستی چرا داستان مرا پخش نمیکنی داستانش که ببینی بی زن و تو کرد زن و تو کرد ما هیچ باورم نمیشه که یک زن یک زن افغان تا این اندازه بد شوه یعنی ندیدیم نه در خودم دیدیم نه خواهرم دیدیم نه مادر ما دیدم نه امه ما دیدم اینم در بین فامیل ما هر چی که دیدم سربزیر بودن و در شویی که بدترین شوی بوده زندگی کردن یا زیر هم باغ یا بالای هم باغ که رفتن ولی من ندیدم که یک زنی افغان ما در چشم خود دیده باشم که چپلی گرفته شویش بیزنه یا ملاقه گرفته شویش بیزنه سرش بزنه غال مغال کنه یا خشویش از خانه بکشه یا ننویش از خانه بکشه یا ایوارش از خانه بکشه ما هم چین چیزی ندیدیم یعنی به خاطر ندیدیم ایش باورم نمیشه که زنای افغان ظالم باشه ولی تا دیدیم مرد افغانه هم دیدیم که ظالم بودن و هم شنیدیم که اینا ظالم بودن و بسیار ظلم کردن به همون خاطر ما نصیحت کردم خواهرم اولی برادر تو را نصیحت میکنم حتما یک جای کار تو مشکل داره که زن قسم شده با تو که میگی گریه میکنه یا مثلا دودش نام میتنه نمیفهم مولادای مرا در سرشان جیغ میزنه من باز از خانه میبرایم میروم یک دو هفته بیرون هستم یک هفته بیرون هستم باز که پس میاییم اما آشام کاسه هستم وقتی که تو بیرون میری برادر عزیز تو یک هفته دو هفته در خانه نیستی تو باز تو انتظار داره که تو خانه در بیای تو را با آغوش باز قبول کنه و بگویه ها جانم کجا بودی ما بسیار پشت تو دیق شدم زنای افغان هرچند که مظلوم باشه و آجیز باشه بی غیرت نیستن. ایره غیرتشان و قبرشان اجازه نمیده که تو برش بی اهمیتی کنی و پس سرش پایان بندازه بگه خو خیره لده میخورن دوا میخورن دشنام همش نوان صدایشان در نمیه ولی از داخل یک چیزی به نام غیرت در وجود اینا هست که او جمع میشه جمع میشه جمع میشه یک بار زندگی تو را در باد فنا میکنه که بعدا تو میگی که ها من چی کرده بودم که زن ما طلاق گرفت یا من چی کرده بودم که زن تو بیرا شد یا من چی کرده بودم که زن ما تو از من گریزان شد رفت یکی که بدرنگتر از مرا پیرتر از مرا پیدا کرد و با او خوش خوشحال زندگی میکنه یعنی همو گناه های کوچک که تو بزرگ شد تبدیل شد به یک قده ای که یک دفعه انفجار کرد ما بارها برتان گفتیم ما زنای افغان درست است که گپ نمیزنیم نمیزنیم بسیار تحمل میکنیم یه قدر تحمل میکنیم که خوب میشه خوب میشه ولی یک جای قلب ما او اوج میکنه و بدیای شما که او تبدیل در یک مثل یک بمبی که یک دفعه انفجار میکنه مثل او در یک طرف قلب ما در مغز ما در وجود ما هست به نام غیرت اونو اگه یک دفعه فوران کرد او دیگه نمیتونه شما را کنترل کنه روز دسرتان میاره که تمام بسته فاملتان که شما را میشناسم میگه تو چی بودی که چی کردی که این زن تو شد بارها خودتان در سوشال میدیا من میشنام بعض مردم میگه کدام زنی اگر خراب میشه از دست تو وری نامرد میشه اگر کدام زنی هر جایی میشه از دست تو وری نامرد میشه برادری عزیزم گناه های خودتا ببین چه گناهی داری چه اشتباهی کرده بسنج کد خودت و میخوای زندگیت از هم نپاشه از سر وقت است بیا از زنت مذیرت خواهی کو برش وعده کو بگو یک شوهر خوب بر تو از امروز میشم مثلا بگو از امروز خودم تغییر میتم که هیچ وقتی بر علیه که تو یک از یک چیز بدت بیایه ما او کار نمی کنم و خواهر ما اگه میفهم مشکل از تو هست سعی کو از امروز خودت تغییر بتی اگه میگی نه مشکل ندارم ما بر تو پیشنهاد ما همی است که طلاق بگیر و همچنان برادر ما امیدوار هستم که خواهر و برادر عزیز ما داستان بشنوین و در اونجا ما در شما جواب ندادیم اینجا هم کامنت های مردم رو بخوانین که خواهر و برادر افغان شما درباره شما چی میگه و هم نظریات مرا که خواسته بودین ما که درباره تان گپ زدم ببینین اگر چیزایی که ما گفتم خوشتان آمد که همورا زندگیتان ادامه بتین و چیزی که ما گفتیم همورا عمل کنین ببینین در کجا میرسین و اگر نه بازم خواستین با خودتان مسلحت کنین ولی تا جایی که ما میفهمم کوشش کنین که زیاد از برادر و خواهرتان و از فامیلتان کمک نخواین که در بین زن و شوهر اگر فامیل دخالت کرد مثل یک زندگی را جایی که جور کنن زندگی را از همدیگه می پاشانند. یعنی ما شنیدیم و دیدیم بعضی برادرها که آمده در زندگی برادرایشان دخالت کردن با برادرشان یا بگو مگو کردن که آه تو چه مشکل داری برادر مشکل نداره جایی که اینا زندگی را به هم نزدیک کنن اینا بدتر اینا را از هم دیگه بینشان فاصله ایجاد کردن سعی کنین این کارا را نکنین همیشه دو نفر مثل دو تا آدم عاقل بشینین مشکلات تان خودتان حل کنین هیچ وقتی سعی کنین از فامیلتان برادرای عزیز از فامیلایتان مشوره نخواین که زنها بسیار با فامیل شوهر م... یعنی اه... مشکل دارن درباره همی که بیای نصیحت کنه خوششان نمیاد حالا اگر نفامیده یا نزیبه بعد بفامین هیچ وقتی سعی کنه از برادر خواهر مادرتان کمک نخواهین در باری زندگیتان که بیا زن مرا نصیحت که او زن تو هسته نه بقیه فامیل تو عزیزان من خوب عزیزان دل خدایا رو نگهدار شما امیدوار هستم عزیزان من عزیز فارس زبانای عزیز نظریات خودتان در کامنت نوشته کنین و ببینین اگه میتونه نظریات ما یک کمکی بر از زوجی که وارد کانا اروپا شدن مدتی هستن که نمی فهمم چهار سالی هست یا سه سالی هست یا پنج سالی هستن اینا اگر بتانین کمکشان کنین که خداوند کمکتان میکنه همه چیزایی که ما گفتیم عزیزان دل شما نظریات خودتانه ده همی باره شما میتانین نظر بتین عزیزان خدایار و نگهدار شما تا برنامه